به نام خدا، سلام و شبتان بخیر. امروز یک شنبه هشتم میزان 1397 خورشیدی است که برابر می شود با 30 سپتامبر 2018 میلادی. با مجموعه خبری ساعت 8 شب آریان و میزبانیان، خوش آمدید. سرخط مهمترین خبرها. تنش‌های لفظی میان کمیسیون‌های انتخاباتی. کمیسیون شکایات انتخاباتی جداً احترام بگذارد و از هر نوع دخالت البته به معرفی متخلف به نهادهای عدلی و قضایی، در اونجاست که ما مکلف هستیم که تایید کمیسیون شکایات. با بلند رفتن تلفات بعد دنبال سونامی در اندونزیا. ناتو میگه تعهد پیمانشان در قبال افغانستان خلل ناپذیر است. یک مقام ارشد نظامی این سازمان جنگ افغانستان را چالش برانگیز خوانده، اما از حمایت درازمدت برای افغانستان خبر میدهد. وزارت دفاع ملی حمایت ناتو برای نیروهای افغان در وضعیت کنونی را ارزشمند میخواند. علی اصغری گزارش میدهد. پیمان آتلانتیک شمالی وضعیت جنگ کنونی در افغانستان را شکننده خوانده، میگوید این کشور هنوز نیازمند حمایت ناتو است و از این رو ناتو میخواهد تا دیر زمان افغانستان و ماموریت حمایت قاطع را همکاری کند. ما در افغانستان بر تلاش اصلی عملیات خود متمرکز خواهیم شد، یعنی بر ماموریت حمایت قاطع برای آموزش، مشوره و کمک به نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور. تعهد ما به افغانستان همچنان پابرجاست. وضعیت امنیتی همچنان چالش برانگیز است. نیروهای امنیتی این کشور در تلاشند تا کشور خود را امن کنند و نگذارند که افغانستان دوباره به پناهگاه امن برای تروریست ها مبدل شود. باورها بر این است که هنوز نظامیان افغان توانایی امن سازی کامل کشور را ندارند و در سمت دیگر هم از نظر تجهیزات با کمی های فراوان روبروند. شاید به همین دلیل است که ارتش افغانستان حمایت ناتو را استقبال می کند. د ناتو ځواکونو دلته شتون، یا مثلا د افغان ځواکونو ته د دوی روزنه، تعلیم و تربیه، همدارنګه د دوی تر څنګ تجهیز، تمویل موږ دې ته اړتیا لرو. د دوی شتون موږ هرکلی کوو او د دې تر څنګ له دې څخه ښه استفاده هم شوې ده. برخی از آگاهان باور دارند که راهبرد جنگ ناتو در 17 سال گذشته با سوال همراست و باید راهبرد اثرگذارتر را در میدانهای نبرد روی دست گیرد. جنگ افغانستان واقعا بحرانی هم است و دواندار هم است، نه جای شک نیست. اما چیزی که برای ما بسیار مهم است این که نه تنها که اینا از ما حمایه پولی بکنه و برای ما بسیار بسیار تعلیم و تربیه بکنه، بلکه باید در کنار ما استاد شوند. وقتی که قطعات و جزتام های ما میره در جنگ، قطعات و جزتام های ناتو عیناً در پالوی ازیا باشه تا بینشان تشریک مسایی و همکاری نزدیک جنگی باشه. در حال حاضر ناتو بیش از 16 هزار سرباز در افغانستان دارد که در چارچوب ماموریت حمایت قاطع در لین کشور فعالیت میکنند. تا اکنون کمیسیون مستقل انتخابات موفق به نشر فهرست رای دهندگان نشده است. کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی میگوید این کار کمیسیون انتخابات روند را با چالش مواجه خواهد کرد. کمیسیون مستقل انتخابات در رابطه به نشر فهرست رای دهندگان بر اساس قانون گفته های کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی را حق به جانب میداند. با آنکه حدود 20 روز به برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان مانده است و نامزدان سخت مشغول کارزارهای انتخاباتی شانند، اما کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی میگوید بر اساس تقویم انتخاباتی قرار بود فهرست رایدهندگان در 12 ماه اسد از سوی کمیسیون انتخابات به نشر برسد که تا هنوز کمیسیون مستقل انتخابات موفق به نشر آن نشده است. گفته شده است که شاید در مراکز این لیست اصلا نشر نشود و به صورت عمومی نشر نشود به خاطر موضوعات امنیتی، گرچند بعضی از دیدگاه های دیگه که از کمیسیون انتخابات رسیده است که این لیست نشر میشه، اما در عمل شما هنوز ما شما شاهد از این نیستیم که لیست کاملا نشر شده باشد و فقط ارقام نشر شده. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید بنابر عوامل قادر به نشر فهرست رای دهندگان بر اساس تقویم انتخاباتی نشدند. کمیسیون شکایات و حق به جانب است فیصله شده و یک ساعت پیش ما اطلاع یافتم که هنوز دالنشا برشان روان نکرد
ما امیدوار هستیم که امیل از اینکه جلسه است بحث در ادامه ولایت های متباقی است و که چرا فرستاده نشده تا بالی به کمیسیون شکایات، ولی به هر حال این به ولایت ها رفته از طریق ایمیل و پرینت میکنن در مراکز بند میکنن. با این حال نهادهای ناظر بر روند انتخابات عدم هماهنگی میان هر دو کمیسیون را یکی از عوامل نشر نشدن فهرست رای دهندگان میدانند. بسیار مشکل خواهد بود. متاسفانه مدیریت وقت یک چالش کلان در کمیسیون. نه شکایتی میشه جمع آوریشه و نه به شکایت میتونه رسیدگی کنه. به خاطر که اول هماهنگی وجود نداره بین دو کمیسیون، دومی که لیست رای دهندگان تا هنوز نشر نشده و تکمیل نیست، سومی که ما بسیار وقت کم برای انتخابات داریم. در کنار فهرست رای دهندگان، آمادگی ها به استفاده از فناوری انگشت نگاری چالش دیگری در برابر کمیسیون انتخابات گفته می شود. وقفه کوتاه در آریانا. خبرها را از آریانا نیوز دنبال کنید. کمیسیون انتخابات میگوید هیچ کاندید نظر به قانون نمیتواند بیش از 2,300,000 افغانی بیشتر در مبارزات انتخاباتی مصرف کند. همچنان کمیسیون اضافه میکند که 10 تن برای نظارت از زمان کارزارهای انتخاباتی استخدام شدند تا جلوگیری از رفتارهای بیقانونی شود. علی اصغری این گزارش را تهیه کرده. بازار پر جنب و جوش کارزارهای انتخاباتی و هزینه های میلیونی در آن. بر بنیاد قانون انتخابات هر نامزد 2,300,000 افغانی در کارزارهایش میتواند هزینه کند. اما روی واقعیت سکه. شعارهای نامزدان برای نشر در بنرها مترانه به 190 افغانی در بازارهای کابل چاپ میشود. در این بازار از 70,000 افغانی تا 1,5,000,000 افغانی تنها صرف چاپ این بنرها شده است. و روزانه کرایه نشان در تابلوهای تبلیغاتی به مترانه 100 افغانی است. طبعا تغییرات آمده، چون ما وقت سکر می خریدیم پاکتش بود 1,100 ولی حال شده 2,200 دیگه. همچنان سکر است و نویجان ما مترانه وقت چاپ می کنیم 150 روپا، حال شده 190 روپا. وکیل سرگام می آین فرمایش می تن بسیار با تعداد 60,000 ورق 70,000 ورق برای وکیل ما چاپ می کنیم. همین گونه تالارها در کابل تا برای 7,000 نفر نیز ریزرو شده است. تنها یک کرسی ساده 100 افغانی و با غذا 400 افغانی که میانگین 5,000 نفر 2,000,000 هزینه برمیدن. باز وکلای محترم تقاضایشان، نمایندهایشان که میان، تعداد تقاضایشان این است که صرف سالون میخواین. با سالون به تعداد نفرشان چوکی میخواین و حد اقلش از 50 افغانی شروع است تا 100 افغانی. شش در 22 تا بسته میکنیم 20,000، این دو در 2 تا بسته میکنیم 3,000. بر چه خبر؟ یک ماه. کمیسیون میگوید هیچ نامزد بیشتر از 2,300,000 افغانی حق مصرف در کارزارهای انتخاباتی را ندارد. به خاطر نظارت و کنترل مصارف کاندیدا که در روزهای کمپین خود میکنند، یک طرز عمل ما تصویب کردیم و مطابق قانون امو لیمیت یا امو حد مصرف بر هر ولایت مطابق جغرافیا و مساحت و نفوس مشخص شده. در کنار این گفته می شود نامزدان در موقع نشر تبلیغاتشان نیز قانون شکنی کردند، در حالی که ساحات ممنوعه، عکس ها و شعارهایشان بر دیوارها نصب شده است که نگرانی شهروندان را برانگیخته است. دوباره خوش آمدید. توجه کنید به چند خبر کوتاه از جهان. آمار قربانیان سونامی اندونزی افزایش یافت. مقام های اندونزی میگویند حداقل 832 نفر به خاطر سونامی ناشی از زلزله به بزرگی 7.5 در یک شهر ساحلی اندونزی کشته شدند و صدها نفر دیگر در این حادثه زخمی شدند و سرنوشت تعداد زیادی نیست، خبری در دست نیست. بیشتر قربانیان از شهر ساحلی پالو هستند. ده ها هزار زن در شهرهای برازیل علیه جایر بولسونارو نامزد پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری برازیل که گرایش راستگرانه افراطی دارد دست به تظاهرات زدند. تظاهر کنندگان پلاکارت های در دست داشتند که برای آن کلمه آلنایو به معنای اونه نوشته شده بود. آقای بولسونارو اوایل ماه جاری در یک گردهمایی انتخاباتی به ضرب چاقو شدن مجروح شد. او در حال حاضر در نظر سنجی ها نامزد پیشتاز دور اول انتخابات است که قرار است هفتم ماه اکتبر انجام گیرد. این سیاستمدار جنجالی که قبلا افسر ارتش بوده است با اظهارات ضد همجنسگرایانه و زن ستیزانه خود خشم بسیاری را برانگیخته است.
ترامپ، کیم جونگ اون و من عاشق همدیگر شدیم. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، از ارتباط ویژه و محبت آمیز بین خود و کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی سخن گفته است. رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی در جمع هواداران خود در ایالات ورجینیا با یادآوری تنش در روابط بین ایالات متحده و کره شمالی تا پیش از ابراز آمادگی رهبر کره شمالی برای ملاقات با او گفت. در آن زمان من واقعا سرسخت بودم. او هم همین طور و سخنان تند بین ما رد و بدل می شد. این در حال است که روابط بین ایالات متحده و کره شمالی که در چند سال اخیر به خاطر آزمایش های موشکی و هسته ای کره متشنج شده بود، با آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ به وخامت گرایید. اما در این روزها دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، با رهبر کره شمالی سخن از محبت می زند. با خبر اقتصادی خوش آمدید. بلند بودن تعرفه های گمرکی سبب شده تا طلا به گونه قاچاق وارد کشور شود. شورای اجتماعی زرگران کشور با بیان این مطلب میگوید که ناامنی، نبود حمایت دولت و مالیات بلند سبب شده است سرمایه گذاری روی طلا در کشور کاهش یابد. بانک نرخ جهانی زیور گرانبهای طلا در بازارهای جهانی کاهش یافته است، اما در افغانستان بهای این فلز قیمتی روز به روز افزایش می‌یابد. بلند رفتن بهای دلار در برابر افغانی حرف نخست را در بلند بردن بهای طلا می‌زند. افزون بر این، شورای اجتماعی زرگران بلند رفتن تعرفه گمرکی را دلیل بر قاچاق طلا و علت دیگر افزایش طلا در کشور می‌دارد. محصول گمرکی بلند است، مال قاچاق می‌آید. اگر که محصول گمرکی را کم بسازند، آید خود دولت بلند میشه. قاچاق می‌آید، طبعا چیز واضح است، قاچاق میشه، خو لیکن تو 100% ما اینطور معلومات درباره نداریم که به چی ترتیب قاچاق میشه. نبود امنیت، مالیات گزاف و ضعف اقتصادی مردم از عوامل دیگر است که روی کاهش سرمایه گذاری و بازارها در کشور سایه انداخته است. در سالهای آخر نسبت مشکلات اقتصادی مردم، مردم نمیتونن که اما مقدار طلایی که به اصطلاح قبلا خرید میکردن امروز خرید کردن. یک هفته شده که نرخ بسیار نرخ طلا بالا رفته. به خاطر که دلار بود 74 با حال دلار 75 و 65 پیسه است. اما مشتریان این فلز پربها دیدگاه های گوناگونه دارند. مجبور هستند دیگه حق زن پورا کنند دیگه. در خانه است یا سراز فامیلاس میگن طلا بخرین، خب ما نمیتونیم طلا خریده. به خاطر چی که طلا بلند رفتن. خواستیم نظر وزارت مالیه را در این مورد داشته باشیم، اما موفق نشدیم. هر چند حکومت حمایت از سرمایه گذاری را در کشور از اولویت های خود می داند، اما دیده می شود که نبود حمایت دولت و در کنار آن ناامنی سبب شده که سرمایه گذاری در بخش طلا کاهش یابد و بعد برخی از کارخانه ها نیز در کشور سقوط کند. سمیره ظفری، آریانا نیوز، کابل. توجه کنید به نرخ شماره از اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای کابل. یک دلار آمریکایی 75 افغانی و 60 پول، یک یورو 87 افغانی و 50 پول، یک درهم امارات 20 افغانی و 45 پول، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی، 1000 روپیه پاکستانی 585 افغانی و 1000 روپیه هندی 1050 افغانی. وضعیت هوای کابل و چند شهر دیگر کشور. کابل آفتابی بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 12، هرات آفتابی بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 12، مزار شریف آفتابی بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 15، جلال آباد آفتابی بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 20، قندهار آفتابی بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 13 و غزنی آفتابی بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 5. ممنون از همراهیتون با مجموعه خبری این ساعت. شبتون خوش، خدا نگهدار.